فیلم مردان سحر که تو سال 1350 ساخته شده از این قراره که پدر و پسری هر دو به یک دختر علاقه دارن و پسر از این موضوع اطلاعی نداره. پدر که سر خراب کردن خونه های یه محله با پهلوان اون محله اختلاف پیدا کرده، شرط ازدواج پسرش با دختر رو شکست دادن اون پهلوان میذاره. بخشایی از فیلم مردان سحر رو با هم تماشا میکنیم. سلام دختر بی. جهان حالت خوبه؟ نگاش کن این چه ریختی؟ این کلا چیه سرت؟ بالا آقامه خوشم اومد برش داشتم. خیال کردم میخوای بری تو فیلم بازی کنی. میگم تو تو آشپزخونه چی کار میکنی؟ دارم برای منصور جونم شام درست میکنم. عروس آوردم. سفر بودی نه؟ چند سالی ندیدمت. خب کجا بودی؟ پسر یعنی میگم دختر تو چی شدی؟ کی فکر میکرد تو یه وقت اینقدر بشی؟ خب آدم دیگه بزرگ میشه، از بس این طرف رو نمیای همه چی به نظرت عجیب میاد. چه میدونم، نمیدونم چی بگم، آدم حرفش نمیاد. حالا که خوب داری حرف میزنی. فیلم نفسگیر محصول سال 1357 راجب قاچاقچی سابقه داری به نام صادق سرداریه که رضا بیک ایمانوردی نقشش رو بازی میکنه. صادق با همسرش پروانه با بازی زرینه زندگی میکنه. اون در حین فرار و درگیری با دیگر قاچاقچیان همسرش رو از دست میده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. میدی. همیشه میگی آخرین کارم، اما باز شروع میکنی. ببینم اتفاقی که امشب برات نیفتاد. آه چیزایی میگی. با کسی دعوت نشد؟ نه هیچ اتفاقی نیفتاد. چرا دروغ میگی؟ پروانه تو چت شده؟ چه دروغی دارم بگم؟ بذار ببینم تو زخمی شدی؟ بذار ببینم. آه چیزی نیست. وای نگاه کن تو زخمی شدی. من به لنگر قایه خورده یه کمی زخمی شده. آخه چرا زخمی تو از من قایم میکنی؟ اینجا گلوله خورده، اینجا جای زخم گلوله است. زخم زخم حالا چه فرقی میکنه؟ صادق تو آخرش منو میکشی. آخه چقدر منو عذاب میدی؟ تو رو خدا بیا و بس کن. تو که میدونی من غیر از تو هیچ کسو ندارم. مگه این همه آدمی که نون شرافتمندانه میخورن و شب با خیال راحت سرشون رو متکا میذارن چشونه ها؟ آخه این چه زندگیه که تو برای خودت و من درست کردی؟ بیا منو ببر توی بیابون، چهار تا خش رو هم بذار و زیرش زندگی کنی، نون جو بخوریم و رو خاک بیابون بخوابیم، اما عوضی زندگیمون خوش باشه. دو سال پیش مگه تو به من قول ندادی؟ مگه به من قول ندادی که دنبال این کارا نری؟ خودتون ناراحت نکن، گفتم به موقعش میذارم کنار. پرش رفته کمش مونده، قول میدم. چند دفعه این قولو به من دادی؟ چند دفعه؟ چند وقته؟ فیلم تنها حامی با بازی مرجان و رضا بیک ایمانوردی راجب ابی جوون سر به هواییه که به اصرار برادرش کریم با دختری به اسم نسرین آشنا میشه. نسرین از پسر نابیناش مراقبت میکنه و تو کافه عباس آواز میخونه. کریم ابیو از ادامه رابطه با نسرین منع میکنه، ولی با دیدن نسرین متوجه میشه که نسرین همون زنیه که سالها پیش توی بندر رهاش کرده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. همین چیزا دیگه. داداشت در مورد تو اشتباه میکنه. تو پسر خوبی هستی. تو خیلی با صفا و پاکی. من تو این مدت، تو این چند روز خیلی به تو فکر کردم. خیلی زیاد. تو خیلی خوبی ابی. اینو جدی میگم. راستش بخوام نمیدونم چه جوابی باز بهت بدم. بگم مرسی، متشکرم، قربون شما، نوکرتم. نمیدونم چی باز بگم که تو کلاس تو باشه. هر کدومشو بگی خوبه. من نوکرتم. خیلی خوشگلی.
چه شد یه حال مره؟ نمیدونم چه حالی، اما وقتی بهشون نگاه میکنم حس میکنم داغ میشه. فهم لبم به خیلی چیزا وا نمیشه. هر کلمه که میخوام بگم تو گلوم خوش میشه. این مال چیه؟ میگم پاشو یه خورده را بریم. راستی تو چرا تا حالا شوهر نکردی؟ صدا نشنفتی؟ پرسینم چرا تا حالا شوهر نمیذارم بکشه؟ رو هوا میقاپن و میکشنش خونه شوهر. خب شاید دلیلش اینه که من خوشگل نیستم. سیاکار داری دستم میندازی؟ نه جدی میگم. نسرین چی؟ زن من میشی؟ فکر نمی کنی که بریم بهتر باشه؟ خیلی دیره. همین حجب حیاته که منو دیوونه کرده. اما بالاخره باید جوابمو بدی. ولی یه روز دیگه میدی. من تصمیممو گرفتم. همه آرام عالم میدونم من چه آدم لجبازی هستم. چیزی که بند کنم تا به دست نیارمش ول کن معامله. نم پس از همین حالا روش حساب کن. چون ول کنت نیستم. فیلم صبح خاکستر با بازی رضا بیکیمان وردی داستان احمد رمزیه که میخواد از گاوصندوق یه شرکت سرقت کنه. شریکش جلال به پلیس اطلاع میده و در نهایت حسابدار شرکت با دیدن احمد سکته میکنه و میمیره. احمد دستگیر و روانه زندان میشه. چند وقت بعد محمد پسر حسابدار شرکت برای انتقام گرفتن از احمد از خرمشهر به تهران میاد. با هم قسمت‌هایی از این فیلم رو تماشا میکنیم. تو این مدتی که اون تو بودم خیلی به اینجا رسیدی. پاک این رو روش کردی. خوش واسه خاطر توی دلم میخواست وقتی برمیگردی همه چیز واسه تازه باشه. اینا رو که گرفتی؟ اصلا یادم نبود. خیلی گشتم تا عکاس خونه اون فوتوها رو پیدا کردم. تابستون بود یادت میاد گفتی بریم پاک هوایی بخوری. بعدش تو گفتی عکس بگیریم. اینقدر عده داره بود که فوتوه بهش برخور. خیلی قشنگ شد. انگار دیروز بود. ولی اون تو واسه من یه عمر گذشت. تو این دو سال جای خادیر تو رو با این عکس ها پر میکرد. این دو سال به منم خیلی سخت گذشت. اون تو داشتم دق میکردم. دلم واسه یه ریزی شده بود. اما دلم میخواد وقتی میرم تو کوچه، وقتی از قصابی گوش میخرم یا میرم سر نونوایی همه با دست نشودم بدن و بگن این زن احمد آقاست. بالاخره احمد آقا گرفتش. نمیدونی تو این دو سال چه آرزوهایی تو سرم بوده. فیلم گلپری جون که تو سال 1353 ساخته شده از این قراره که یه زن و شوهر شب و توی قهوه خونه میگذرونن. زن که باردار بوده توی قهوه خونه زایمان میکنه و دو قلو به دنیا میاره. زن قهوه چی یکی از این دخترها رو برای خودش نگه میداره و اون یکی رو به مادرش میسپره. والدین دوتا دختر توی تصادف قطار کشته میشن. حالا یکی از این دخترها وارث ثروت والدینشه و اون یکی بین یک گروه مطرب دورگرد بزرگ شده. بخشایی از فیلم گلپری جون رو با هم تماشا میکنیم. بی نظرم زدن توی مخش گیری پاژه کرده. این دو روزی که پیش من نبودی من فهمیدم چقدر دوست دارم. آره. قول بده هیچ وقت مادر تو تنها نذاری. شما به من خیلی خوبی کردی. مثل یه مادر به من مهربونی کردی. من پیش شما ها میمونم. هیچ وقت محبت های این آقا رو فراموش نمی کنم. کی اومده تو؟ کدوم آقا رو می... هنه به من نمیگی آقا. گلین خانم به من داره میگی آقا. خدایا نمردیم و آقا هم شدیم. من آقات نیستم. من نوکرتم. مخلصیتم. من نوکرتم و قربونیتم. نکنیم چین تو را خدا. نکنو خیلی قربون اون خندهات بیرم من. قربون اون خنده. وای هن چرا اینطوری به من نگاه کنی؟ قلب من جا کنده میشی. به بابام گفته میشی. به نانم گفته میشی. پیرینم